در موج برنامه اطلاعاتی خبر. پرزیدنت مملکت ترمینالی راشتروکی برادران سیارف ها سختند افتتاح نمودند. تاجیکستان با خرج 420 هزار دلار در جمهوری ازبکستان کودکستان ساخت. حضور 10 شرکتی بزرگ تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی شهر مسکو. آغاز پروازهای میان داغستان و تاجیکستان. طالبان در کابل با روسیه، چین و پاکستان مذاکره میکنند. طالبان از جهان خواست که اول حکومتشان را اعتراف کنند و بعد انتقاد نماید. اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در نهی رشت مرکز خدمت رسانی سیاریان و ترمینالی مسافربری منطقوی را به استفاده دادند. مرکز خدمت رسانی و ترمینالی مسافران با سهم برادران سیارف ها با خرج بیش از 8 میلیون سومانی بنیاد شده است، خبر می‌دهد دفتر مطبوعاتی پرزیدنت مملکت. با تلوی منبع در اوشانوی یکومی مرکزی خدمت رسانی سیاریان که با خرج 6 میلیون و 840 هزار سومانی بنیاد شده است، بازاری فروشی میوه و سبزوات و دیگر انواع مواد غذایی با 160 نقطه سودا جایگیر بوده، اوشانوی دویوم برای فروشی مالهای روزگار و لباس پیش بینی شده است. بینوی ترمینال مسافربری با 150 جای نشست با خرج 1.5 میلیون سومانی ساخته شده است. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت مملکت میگوید در مرکزی خدمت رسانی سیاری و ترمینالی مسافر برای منطقوی 400 نفر ساکین محلی با جای کاری دائمی تامین شدند. تاکید شده است که در سالهای اخیر از جانب صاحب کاران در رشت زیاد از 71 کیلومتر راهوی افتومبیلگردی حدودی ناحیه آسفالت پوش شده، با سهمگذاری بخش خصوصی 35 مرکزی سودا و خدمت رسانی مورد استفاده قرار گرفته است. حکومت جمهوری تاجیکستان در نهی رشتان ولایت فرغانه جمهوری ازبکستان کودکستان بنیاد نمود. کودکستان برای 200 نفر با خرج 420 هزار دلار ساخته شده است. با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در محله اوچریق نهی رشتان ولایت فرغانه مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی دو اوشانه کپالک برای 200 نفر بنیاد شد. اظهار داشت نماینده وزارت معارف این کشور در صحبت با سپوتنیک تاجیکستان. ذکر گردید که کودکستان نو بنیاد سنه 24 سپتامبر سال جاری مورد بهره برداری قرار میگیرد. در مراسم افتتاحی باغچه کودکان وزیر معارف تاجیکستان محمد یوسف امامزاده اشتراک میکند. دفتر مطبوعاتی وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان خبر داده است که از 21 تا 24 سپتامبر سال روان دستاوردهای نوین صنعت سبوک تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی تکستیلک پروم در شهر مسکو نمایش داده می شوند. به نمایش مذکور کارخانه های گلستان دوشنبه، کوتا گلوبال، مهرواری قرغانتپه، نساجی خوجند، نوهید، اورتکس، رحمتوف، رحیموف، آآ، توچتکس و وحدت تکستایل دعوت شدند. تاکید شده است که نمایشگاه بین المللی تکستیلک پروم بزرگترین نمایشگاه تخصصی در قلمرو اتحادیه دولت‌های مستقل محسوب یافته. اشتراک کارخانه‌های ساحت در آن زمینه معرفی محصولات وطنی را در بازارهای منطقه فراهم می‌آورد. در برابر کارخانه های تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی اینچنین زیاد از 350 کارخانه از 28 منطقه روسیه و ارمنستان، بلاروس، اوکراین، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، هندوستان، پاکستان، چین، ترکیه، لیتوا، لهستان، آلمان، ایتالیا، نیدرلاندیا، کره جنوبی و ژاپن اشتراک می نمایند. داغستان و تاجیکستان را پروازهای منتظم پیوست میکند، خبر میدهد خدمات مطبوعاتی فرودگاهی مخچکلا. پروازهای منتظم به سه شهری تاجیکستان از 23 سپتامبر سال جاری توسط شرکت هوایی S7 Airlines انجام میشوند. هواپیماها به دوشنبه هفته یک مرتبه روزهای پنجشنبه ساعت 22:20 دقیقه پرواز انجام میدهند و وقتی بازگشت آنها از دوشنبه در ساعت 1:20 دقیقه روز جمعه گفته شده است. خطی پروازی دیگری مخچکلا کلوب به این صورت تهیه می شود. پروازها از روسیه روزهای جمعه ساعت 8:20 دقیقه صورت گرفته، ساعت 11:50 دقیقه در فرودگاه شهر کلوب انجام می یابد. پروازی برگشت از کلوب به مخچکلا نیز در همین روز صورت می گیرد. همچنین از داغستان می توان به سمت خوجند نیز پرواز کرد. این پرواز هفته یک مرتبه در روز جمعه صورت می گیرد. پرواز از شهر خوجند به مخچکلا روزهای شنبه انجام می شود.
чиптаҳо аз Русия ба Тоҷикистон ҳудуди 5000 рубл ва ба самти муқобил на зиёдтар аз 22000 рубл хоҳанд буд. Намояндагони Русия, Чин ва Покистон дар Кобул бо ҳайати Толибон мулоқот мекунанд. Дар ин бора намояндаи ҷангҷӯён Аҳмадуллоҳ Муттақӣ дар сафҳаи Twitter хабар додааст. Аҳмадуллоҳ Муттақӣ навиштааст, ки дар ин вохӯрӣ аз ҷониби Толибон Мулло Муҳаммад Ҳасан Охунд, иҷрокунандаи вазифаи вазири корҳои хориҷӣ, иҷрокунандаи вазифаи вазири молия ва дигарон низ ҳозиранд. Ӯ дар зери паём якчанд аксҳои вохӯриро низ гузоштааст, ки дар он намояндаи махсуси президенти Русия оид ба Афғонистон Замир Кабулов, сафири Покистон дар Кобул Мансур Аҳмадхон, инчунин роҳбари намояндагии дипломатии Чин дар Афғонистон Ван Ю дида мешаванд. Ҷузъиёти дигари музокирот мушаххас нашудааст. Забеҳуллоҳ Муҷоҳид, суханӯи Толибон, мегӯяд: «Абарқудратҳои ҷаҳон ҳукумати нави Афғонистонро барои нақси ҳуқуқи инсон зиёд танқид мекунанд, ки нуқтаи назари онҳо яктарафа мебошад». Муҷоҳид дар суҳбат бо шабакаи GeoTV изҳор доштааст, ки танҳо давлатҳое метавонанд масоили нақзи ҳуқуқи башар бо Толибонро аз нигоҳи ҳуқуқӣ дар миён гузоранд, ки ҳукумати навашонро эътироф карданд. Дар зимн ӯ таъкид намудааст, ки Толибон намехоҳад, ки ҳеҷ давлати хориҷӣ дар умури дохили Афғонистон дахолат кунад. Забеҳуллоҳ Муҷоҳид инчунин илова намудааст, ки ҳукумати ҷадиди Афғонистон хоҳони ҳамкорӣ бо ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад. Ӯ изҳор кардааст, ки Афғонистон дар ояндаи наздик шоҳиди сулҳу суботи сарорсарӣ хоҳад шуд. шунавандагони гиромӣ, дар итлоити хабар ба поён мерасад. Қабл аз битвои барнома, шуморо бо вазъи обу ҳаво ва қурби расмии асҳор шинос мекунам. Мувофиқи итлои обу ҳавосанҷон, имрӯз ҳаво дар шаҳри Душанбе офтоби пешгӯӣ карда шуда, ҳарорати ҳаво аз 16 то 30 дараҷа гарм мешавад. ҳаво дар шаҳри Хуҷанд офтоби буда, ҳарорати ҳаво аз 15 то 26 дараҷа гарм мешавад. Дар шаҳри Панҷакай низ ҳаво офтоби буда, ҳарорати ҳаво аз 12 то 31 дараҷа гарм мешавад. Бонки Миллии Тоҷикистон қурби расмии асъор нисбат ба сомониро барои имрӯз санаи 22 сентябри соли 2021 чунин муайян кардааст. 1 доллари амрикоӣ баробар аст ба 11 сомонию 31 дирам. 1 евро бошад баробар аст ба 13 сомонию 28 дирам. 100 рубли русӣ баробар аст ба 15 сомонию 43 дирам. Ин буд барномаи итлоити хабар. То барномаи дигар, танзияту сарбаланд бошед. Хайр. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.